بهت گفتم اگه مشکل تر اون زمینه که هر جا که بگی میام امضا میکنم. اونو که میای امضا رو میدی و برمیگردی. اه؟ آره. حالا که اینجور شد نه تنها نمیام امضا کنم بلکه تا پای جونم پای اون وایسادم. ببین بذار خیالتو راحت کنم. کاری نکن که این بچه گوشه پرورشگاه بزرگ شو مادرش گوشه زندون. تو که منو میشناسی هر کاری رو بخوام بکنم میکنم. آقا شما بی خبر نشستین اینجا چی واسه هم میگید؟ خبر ندیدی؟ چی شده مگه؟ دیشب دختره عقد کرده، جمعه عروسیشه، داره میره خونه بخت. بعد میگه چی شده؟ به لحاظ قانونی هیچ کاریش نمیشه کرد. احتمالا اجازه دادگاهو گرفته. همین الان میشینی قرار مداره تو با این هوشمندی جفت و جور میکنی میری دنبال زمین. رو چشم. نسی. به خدا مردم پشت سر این دختر خیلی حرف میزنن. خدا منو ببخش. میگن دختر فراریه. میدونی یعنی چی؟ از خونه باباش فرار کرده. نه بابا اینجوری نیست. من دیدمش. دختر خوبیه. شریف خانومم خیلی ازش تعریف میکنه. ای وای تو میدونی واسه چی اومده اینجا؟ اومده زمینای ننه بزرگشو بگیره. ها بس بگو. تو بوی پول خورده به دماغه. ببینم. میگن این دختره پدر مادر همه زندگیشو گذاشته اومده اینجا. آره؟ ایشون لیلا جونن. ایشون هم نصر خانم، خانم هایزری. اومدم بهت بگم که اینا فقط دنبال پول و پلتن. واسه خودت نمیخوانت. اینا پولتو میخوان نه خودتو. دست از این حرفا بردار شایان. تو اینا رو نمیشناسی. نه مثلا تو چی میدونی؟ اصلا به آخرش فکر کردی چی میشه؟ فکر کردی فیلم سینماییه؟ تو از این پسره چی میدونی؟ هیچی. ایشون هم آقا محمد ما هستن. سلام علیکم. حاج آقا من امشب اومدم اینجا حرفام با شما بزنم. پدر لیلا خانوم با این وصلت موافقت ندارن. یعنی کلن خانواده ما موافقت نداریم. من فکر کنم دیگه شما حداقل معنی عدم رضایت رو میدونید چیه. ببخشید آقای مشتاقی، من هر کاری که دستور بدیم برای که رضایت پدرشون و شما رو بگیرم انجام میدم. ببین حاج آقا میخوام عرض بکنم خدمتون، اگر به این حرفایی که بالا منبر میزنید اعتقاد دارید، خواهشان دست ایشونو بگیرید از زندگی ما بندازید بیرون. کجا داری میری؟ بعد دارم با عموم و شایان حرف بزنم. صبر کن ببینم. مادر من از یه حرفا زیاد میزنم. اگه بخوای بری حرف بزنی و پیشو بگیری که آدم دیگه نمیتونه زندگی کنه که. نمیتونم وایسم و فقط بشنوم که. هر کاری بکنی هر حرفی بزنی واس بدتر میشه. فلش کن لیلا. چی شد لیلا؟ آروم باش لیلا جان، اینا همش خرافه. سلام. چیه چرا خوشگل زده؟ انتظار منو نداشتی نه؟ من موقعیتم فرق کرده، الان شوهر دارم، بعدم الان محمد میاد. خب بیا عزیزم، تو که اینقدر فناتیک نبودی. میاد با هم آشنا میشیم، گپ میزنیم. ببین شایان، من الان موقعیتم فرق کرده، الان شوهر دارم، بعد الان محمد بیاد. خب بیاد عزیزم، تو که اینقدر فناتیک نبودی. میاد با هم آشنا میشیم، گپ میزنیم، حرف میزنیم. بشین شایان، بهتره بری. یالا سلام. به به، ایشون شایانن، از دوستان خانوادگی ما. سلام علیکم. سلام قربون شما. خیلی خوشحالم میبینمتون. خیلی خوش اومدید. خواهش می‌کنم ببخشید مزاحم شدم. به هر حال اختیار دارین. چه مزاحمتی؟ اینجا خونه لیلا خانم، شما مهمونه ایشون. لیلا خانم اصولا غیر قابل پیش بینی. اون موقع هم که با ما بود همینطور بود. یه کارایی میکنه آدم هاج و واج میمونه. خب اینم از حسن خلقای ایشونه. البته خب باعث میشه ما شرمنده شما بشیم، دیر خدمت برسیم. به هر حال ببخشید که دیر شد. این گلارم ایشون زحمت کشیدن آوردن. ممنونم، راضی به زحمت نبودی. اختیار دارین چه زحمتی. البته خب لیلا خانم از این گلا زیاد از ما گرفتن، ولی خب این گلا با اون گلا خیلی فرق میکنن.
البته من فکر کنم لیلا خانومم خیلی خوشحال باشن، برای که شما اولین مهمون خونه ما هستی. جدا؟ بله، و ما خیلی خوشحالیم. لیلا جان، لیلا خانم، پذیرایی کردین از آقا شایان؟ داشتن تشریف می بردن. اتفاقا حالا که گفتن، یادت از اون قهوه ترکای درجه یک درست میکردی؟ درست کن با آقا محمد بخوریم. قهوه نداریم. خب چایی که میتونیم با هم بخوریم. ممنونم. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. ممنون شما. جای با صفایی آقا. خیلی. شما مثلا منظره این برای من خیلی. اومدن دیدم از اینجا پاریسه ما. این اگه نگرفته بودمش افتاده بود تو آبا. بذار یکی دیگه بدشون بدم آلکو. آها ببین اینو ببین، این تو ونیزه. خب این کلاهام خودم براش خریدم. ببین چقدر باحال میشه. خلاصه من همه جوره هواشو داشتم تا حالا. این مرد ایرلندیه، انقدر با لیلی ما دستش مینداختیم. لیلی جان یه دقیقه بیا این عکسا رو ببین دیگه. نیازی نیست. خلاصه خیلی ازش عکس دارم. میگم لیلا خانم، نزدیک غروبه، نمیخوای فکری برای غذا بکنی؟ آقا شایانم گرسنه است. خب دیگه من مزاحمتون نمیشم. کجا تشریف داشت؟ اختیار داریم بابا، حالا میام. من نمیگذره. میدونم میدونم. لیلی جان قربونت، تو خیلی خوش گذشت. با اجازه. ممنون بابت گلا و کادو. اختیار دارین، وظیفه‌مونه. با اجازه. تو رو خدا زحمت نکش. ممنونم به خاطر آقا چی؟ تشریف داشتین، یه چیزی دورا هم می‌خوردین. آقا خیلی خوش گذشت. راضی به زحمت نبودم. نه بابا، خودم میرفتم بابا. چه کاری تو دم در شما میای؟ حالا یه قرار درست حسابی بذاریم، بشینیم با هم قشنگ حال کنیم. امید خوب. آقای شایع جان، این موبایل شما برام خیلی جالب بود. اینو جدید؟ آره این اتفاق من از اون قرار بردم به خودم، فقط یه قاب رفتم اینجا خریدم. بذار خیلی هم کلی برنامه توش ریختم، بازی هم داره. سیار عالی. میگم آقای شایع، شما دیگه هر وقت تشریف بیارین قدمتون رو چشم ماستا. یعنی آشنای لیلا برای منم عزیزه. یه لحظه اجازه بده. چه داری میکنی؟ از اینی هم که شما قبلا هواشو داشتی خیلی ازت ممنونم. من؟ بچی پاکش کردی؟ لیلا زن منه. من دوست ندارم عکسش تو موبایل کسی دیگه باشه. الان داره با من زندگی میکنه و مسئولیتش با منه دیگه. من باید حواسم بهش باشه، نه هیچ کسی دیگه. جدا؟ بله جدا. ببین هر چی بوده بوده، چیزی هم که گذشته دیگه گذشته. ببین من اصلا دوست ندارم بدونم قبلا چه اتفاقی افتاده، دوست ندارم بدونم لیلا چی کار کرده. شما خودت چی کارشی؟ بس لطفا باش خوب صحبت کن. خواهش میکنم ازت در موردش خوب صحبت کن. همه اینا رو گفتم که همینجا تموم شه، شما هم شنیده باشی حرفمو. حله؟ حلش میکنه. خداحافظ. سلامت. ببین محمد، میخوای بریم با هم شامو درست کنیم؟ بشه سب کن یه لحظه. من نه، بعد شام با هم صحبت کنیم ها. میخواستم یه توضیح بهت بدم. توضیح نداره لیلا جان. عزیز من، شما همسر منی، توضیح نداره. میدونم نه نمیدونی. اگر نه هیچ اما ولی نمی آوردی. شما همسر منی. میدونی یعنی چی؟ یعنی این که این تخم چشام بهت اعتماد دارم، مثل همین روشنی روز بهت اعتماد دارم. لیلا جان تو مثل این آب پاک و زلالی برای من. فقط خواهشم ازت اینه که به هیچ دلیلی، نه به خاطر هیچ کس دیگه، نه به خاطر اینکه من به چی فکر میکنم، تو به هم نریز. یعنی
برات مهم نیست اصلا که... نه اینکه گذشته برام مهم نباشه. لیلا خانم، یه چیزایی هست که برام مهمتره. مثل اینکه الان من، یعنی مثل اینکه من میدونم شما دلت پاکه، میدونم درونت صافه، میدونم صادقی. فقط من ازت یه خواهشی دارم، جان محمد. شما اینجا چیکار میکنی؟ معلوم نیست اینجا چیکار میکنم. خیلی خب، حالا بیا بریم تو. شما تا حالا کجا بودی؟ خونه لیلا و شوهر جونش. آه، بس نقشت اینه. لابد خیلی هم خوش گذشت. خیلی، جای شما فقط خالی بود. نزدیک بود با شوهرش دست به یقه بشه. بیا بریم تو. بهت میام. چی؟ رنگ سفید. میدونستم دوست داری پوشیدم. میگم با رنگ سفید خیلی خانم میشی. یعنی با رنگای دیگه نمیشم؟ میشی، ولی با رنگ سفید ظاهر باطنت یکی میشه. چیزی که تو برام میگیری قشنگه، خوش سلیقه ای. نه بابا، تو که خوش سلیقه تری. نه، تو خوش سلیقه تری. الان که دقت میکنم میبینم آره، من خوش سلیقه ترم. یعنی من نمیدونم غیر از تو کی حاضر میشد با یه همچین مردی ازدواج کنه. بعد هی کمی میشستم اینم یکی ندید من رو انتخاب کنه. البته تو ندید من رو انتخاب کردی. حالا مطمئنی از کاری که کردی؟ فکر میکنم این تنها راهشه. واقعا تنها راه همین بود؟ شما فکر بهتری داری؟ چطور منم دست گل بگیرم برم پیش شوهرش بندرم مثل جنابالی ضایع کنه ها؟ هر جور خودت صلاح میدونی. فقط باید خیلی مراقب باشی ها. حالا فعلا شکایتی که کردیم، ببینیم فردا صبح چی میشه. چیکار کنم؟ ببخشید، چیکارشو شما باید بگی؟ شما پلیسی؟ من که همه حرفامو زدم، اون تو هم نوشتم. این آقا دختر ما رو گول زده، فریبش داده، با چرب زبونی و مظلوم نمایی سر اون طفل معصومو کلاه گذاشته. آقای مشتاقی، من دارم اظهارات شما رو اینجا مکتوب میکنم که بعدم باید بازپرس پرونده بهش رسیدگی بکنه. در ضمن تمام این حرفایی هم که دارید میزنید فقط یه ادعاست. خانم هم هستن که این ادعا رو رد میکنن. خب برای همین میگم فریبش داده دیگه. آقا ایشون زیر پای دختر ما نشسته، با چرب زبونی و چه میدونم حرف و حدیث و زبون بازی و دعا و جادو جمل و چش و گوش اون طفلک بسته. غیر از ایشون نه چیزی میبینه نه چیزی میشنوه. آقا با این افتراهایی که شما دارید میزنین، آقای بینام اگه بخوان میتونن ازتون شکایت کنن. ببخشید، من مثل که یه چیزی اینجا بدهکارم شدم. البته از اولش هم میدونستم شما پشت ایشون در میای، ولی من ولکنت نیست. آقای مشتاقی اجازه بفرمایید، مواظب حرف زدنتون باشید، تهمتم نزنید. من اگر اینجا میخوام مشکلتون حل شه. خیلی خب آقا، شما نمیخواد رابطه به ایشون یاد بدی، ایشون خودش بلده. شما کارتون انجام. آقای مشتاقی آروم باشید. خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم.
شما اگه فکر کردی خرد از پل گذشته کور خوندی. آقای مشتاق، آقای مشتاقی، اگه مزاحمتی اتفاقی پیش اومد حتما به من بگید. آقا محمد شماره تلفن منو داره. سلام لطیف. مفلسم. اینطور که معلومه متاسفانه این قضیه به همینجا ختم نمیشه، ادامه پیدا میکنه. برید به سلامت. خیلی ممنون. قربان شما. خداحافظ. خدا نگهدار. بفرمایید. میبینم که پای شما هم به کلانتری باز شد. برای همین کاراست میگم زندگی. بها من حاضرم پیشواز برم زندون فقط یکی آدرش دخترش به ما بده. تو هم اخماتو باز کن دیگه حاجی سابقه دار. محمد بریم اونجا؟ مطمئنی میخوای بری؟ آره لطفا. آقا خدایی اگه من موزم حرف زدنتونم مرامی پیاده میشم، پیاده میام. شما برون برو سر زمین مادر بزرگ. اگه زحمت شما نیست میدونم کجاست. آبجی خیلی زمینای خوبیه، قشنگ میتونیم روش حساب کنیم. فقط من از من میشنفینا عجله نکنیم. حسنمون زمینا میدونی چیه؟ آب خوبی داره خیلی. الان میریم میبینیم. محمد من این زمینا از مادر بزرگم دارم، تو هم از این زمین، از این چشمه، این شب، امامزاده. یه چیزی بگم باورت میشه؟ بعد شما بگین حتما. من مادر بزرگم رو میبینم، همین بلقیس خانوم مرده ولی من میبینمش. اولش نمیفهمیدم، گیج بودم، ولی بعد فهمیدم کسی رو که میبینم همین مادر بزرگ خودمه. یکم عجیبه قبل از اینکه بیام اینجا این حرفا و این چیزا برام کاملا مسخره و خنده‌دار بود. الان که برای خودم اتفاق افتاده نمیدونم واقعا چی بگم. میدونی به نظرم اینجور چیزا با خوندن و نوشتن به یقین تبدیل نمیشه. میشه باورش کرد اما وقتی برات اتفاق میفته یقینت میشه. چرا تو ما بعضی وقت به این چیزا فکر کنم؟ آقای سابقه دار نشستیم باشیم. بابا من الان یه حساب سرانگشتی کردم، شما اصلا میدونی اینجور چه خبره؟ آقا لطیف ببخشید ما خلوت کرده بودیم داشتیم با هم حرف می‌زدیم. باش حرفتو تموم شد بس. هیچی به هم خورد. بفرمایید بفرمایید. نه تشکر. ببین از اینجا تو ندو آروم. از اینجا ما بودا بابا خیلی بزرگ دستیا. آره چرفی نسرین من بد میگم بیا بزن تو دهنم. به نظرت داری خوبشو میگی؟ بابا تمامت و غیبت کدومه؟ از قدیم گفتن چیزی که عیان هست چه حاجت به بیان هست. این همه مردم دارن پشت سرش میگن. همه مردم هرچی دلشون میخواد بگن. من و تو رو سننه مرد نسرین من شک ندارم این دختری یه ریگی به کفششه. تازه رو نشنفتی یه نوزاده که اون برای آب داره که اون بقبخت هم پیچونده و برگشته. خب حالا که چی؟ چرا من باید راه بیفتم این برای اون بر تو بوق و کر نکنم؟ بابا این محله جای زندگی هر کس اونا کسی نیست. ببین بی خود هاشا نکن، هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. من که میدونم تو به خاطر این زمینا داری این کارا رو میکنی. این حرفا کدومه؟ من واسه آبرو محله میگم. ناسلامتی من یکی از گنده‌های محله. نمیدونم چی ریختم چی نریختم، میرم نمک ریختم این توی یا نریختم.
بابا خسرو بیا برو بیرون، نخواستم ظرف بشوری. بیا برو تو رو خدا، بیا برو دست از سر من بردار. تو نمیخوام. اینم چیکار کردم؟ خودت کی میدونی اخلاق من اینجوری جوشی هم چرا میدونی از بفهمی. حالا اگر که تصمیمتونو گرفتی به من بگین، به دو سه نفر بس کنم. فعلا که تصمیم با خودشه. نه زیاد انگار دلش نیست. لطیف جان یه زحمتی میکشی منو فعلا برسونی سر ساختم. حالا از همین نونه کار کردی نیابده. چشم. والا من از اولش هم چش و دلم از این دختر آب نمیخورد. الله و اعلم. من شنیدم دختر فرار کرد. نه نه بابا نداره. مادر که نه، ولی طفلک پدرش افتاده یه گوشه دنیا، خودش هم که دوره افتاده آبروبری این بنده خدا. حالا جالب اینجاست که عموه رفت از این پسر بدبخت محمد شکایت هم کرده. خب خودش خواسته، حالا که زن و شوهرم. والا چی بگم زری جون، دختر قبلا نامزد داشته. بدبخت پسرم داره در به در دنبالش میگرده. والا فکر کن باباشو نامزدشو بل کرده اومد اینجا که چی؟ والا من که نمیفهمم. منم نمیفهمم. پناه بر خدا. کسی تو قبر کسی نمیذارن ها، ولی با این ریخت و شکلی که این داره اینجوری تو این محل میگرده، فردا نمیشه جلوی دخترای محل رو گرفت. چقدرم لاغر و دیرازی. چارچشی باید مراقب زندگیمون باشی. فقط حواساتون جمع باشه. الان داری میگی بچه؟ حاجی مگه من خبر داشتم که به شما نگفتم؟ رفتم دم خونه شون، دم دا لیلا خانم داری میره، میگم کجا میری؟ یه کلان تری. نفهمیدی قضیه از چه قراره؟ چرا؟ یه مش حرف مفت، تهدید که ال میکنم و بل میکنم. حاجی من نگرانشونم. من باید یه زنگ به یه سرگرد بزنم ببینم قضیه چیه. حاجی به ولای علی، کسی بخواد به محمد از گل نازکتر بگه، بگه بالا چش دبروه، چشامو میبندم میشم همون لطیف قدیم. یعنی میخوای باز از اطفارای زمان جاهلی تو در بیاری؟ حاجی محمد مظلومه، حرف نمیزنه، همینطور واسه هر کی هر چی دلش خواست بگه. پس فقط رفیقش باش، داشش باش. دست شما درد نکنه، داشم نبود اینجوری حرف میزدم. بذاره برم تلفنمو بزنم. حالا من یه جای دیگه هم برای در نظر گرفتم. ببخشید این شاگرد من هم نیست که چای بذاره جلویت. سلام استاد. معلومه کجایی؟ استاد بخش یه کاری پیش اومده. استاد این پسره بالاخره حرکتی زد. کی؟ همین پسره محمد آقا. رفته بود سر زمین. کی؟ هم چند ساعت پیش. خیلی شما پاشو برو اینجا رو ببین. سعی میکنم انشالله هر جور شده اینجا رو واسه جور. خیلی ممنون. خونه سرکنه نشونه آقا بده سریع هم برگرد. بفرما. دست نمیم. خدا نگهت.
از چرا به ما خبر نیدی؟ والا آجاقا خود چیز خاصی نبود، برای شکایت دیگه باید میرفتیم. یعنی حالا قائله حل شده؟ آخه مسئله اصلا کلن جدی نبود. بله فکر کنم فعلا شکر خدا حل شده. بفهم. سلام علیکم آجاقا. شب شما بخیر. چطوری محمد آقا؟ خوبی آقا؟ تبریک میگم، مبارک باشه. عجب زمینی گیرت اومد آقا، یه تیک جواهره به پا کلا سرت نره. اگرم یه وقتی خواستی بفروشیش من مشتری دست به نرد دارم، شما فقط لب تر کن. خیلی ممنون. بگم اگر بس ساختنشو داریم، مسئله فروش که مال خودت، امام که در بس نوکرتی. وایس زرجانی، مسئله اصلا ربطی به من نداره، این یه ارثیه مادری خانومه، خودشم تصمیم. آقا ول کن این حرفا رو، وقتی دو نفر زیر سقف زندگی میکنن دیگه این حرفا رو نداره که. بعد میگم آقا باشه احمد جون، تا تنو داغ بچسبو گول این حرفا رو نخور، قربونت برم، جوونی آینده تو بساز. محمد جان. بله آجام. سلامت باشی قبول حق باشی. قبول باشی آجام. سلامت باشی قبول حق باشی. بزرگ باید. مردم ما کم با غریبه ها رفت و آمد دادن. بله. یعنی تو این ده، تو این روستا ما اونقدی با غریبه ها معاشرت نداریم که آداب و رسم و رسومش رو بدونیم و رعایت کنیم. آجام قبول باشی. سلامت باشی. اینی که عرض میکنم به خاطر اینی که اگر یه وقتی تو این رفت و آمدها حرفی، حدیثی، چیزی شنیدی رو حساب بدی مردم نذاری ها، بذار رو حساب عدم آگاهیشون، بذار رو حساب بی اطلاعیشون از این مسئله. قبول باشه آجاقا. چشم آجاقا، فقط من تو الان چیزی نشنیدم. حالا الان و بعدنش خیلی مسئله نیست، من فقط میخواستم تو بدونی که مردم ما خوبن، منتها روی شناخت کمی که از خصلت غریبه ها دارن ممکن یه وقت برداشت بد کنن. این از بدجنسی و بدذاتیشون نیست. حتما همینطوره. سلامت باشید. با اجازتون. یا علی. خدا نگهدارت باشه. سلامت باشید. بسید رضا ببخشید، من یه عرض خیلی خیلی واجب داشتم، اگه مزاحم نیستم. سلامت باشید. بفرمایید. چش بفرمایید. یا الله. باشه حسن در مورد این مختبه بخیر. سلام خانم. سلام. چیزی شده؟ نه دیگه نمیخواستمش، نمیخوام دیگه چیزی من از تو زندگیم دور کنم. به اندازه کافی حواسم تو زندگیم پرت بوده. بالاخره امروز پسر خودش نشون داد، رفته سر زمین. تنهایی؟ نه با دختره. غلط نکنم یه فکرایی تو کلشون دارم، هر کاری کردم زیر زبون این پسر رو بکشم نه هم پس نداد. یک موزماری یک نگو. فردا هوشمندی میاد اینجا، یکی رو پیدا کردیم قراره یه پول قلمبه بگیره کار رو را بندازه. چیکار؟ هوشمندی میگفت شکایت خیانت در امانت یا تصاحب مال غیر، همچی چیزی. چونه تو عجب فکر بکری. شکر میخوای؟
اسمم حاج آقاست. اومدم. ببخشید، اینجا خونه لیله خانومه؟ شما؟ من یکی از دوستاشون هستم. کویل چیه؟ کویل؟ ای خدا! پاشو ببین، این پسره زپرتی با اون رفیق اوباشش دارن دور زمین و دیوار میکشن. این لیلی چی؟ لیلی؟ یه چیزایی باید بهت بگم. گرفتار کی؟ نمیدونم. نمیتونم نفس بکشم. تو خجالت نمیکشی که زنت اینجا چادر سرش نمیکنه؟